سلام چهارشنبه 5 خرداد 89 26 می 2010 میلادی در مورد 12 موضوع امروز صحبت می موضوع اول اینکه آقای جعفر پناهی روز گذشته آزاد شد و برای معالجه به بیمارستان منتقل شد آزادی جعفر پناهی نشون داد که وقتی که او دست به اعتصاب غذا زد و دنیا هم از او پشتیبانی کرد حکومت چگونه ناچار به عقب نشینی شد و هر خواسته جعفر پناهی رو برآورده کرد آقای مجید توکلی این شرف جنبش دانشجویی ایران دست به اعتصاب قضا زده از روز یک شنبه همینطور حسن رونقی ملکی وبلاگ نویسی که بابک خرمدین معروف بود او هم دست به اعتصاب قضا زده. نکته دوم این که گزارش تکاندهنده فعالان حقوق بشر از بند یک زندان گوهردشت کرج منتشر کردن به خصوص از رفتاری که با زندانیان هست از توسط رئیس بند آقای حسن آخریان و زندانی به نام بهرام تصویری که این گزارش تکان دهنده اوج سبوعیت و وحشیگری زندانبانان نگهبانان و آدمها و بازجوهای این زندان به خصوص این بند یک رو نشون میده همینطور از سلولهای های انفرادی معروف به سگدونی تو این گزارش ذکر شده و ضرب و جرها تجاوزها و غیره و غیره که این گزارش در سطح دنیا قرار است پخش بشه منعکس بشه ترجمه بشه گزارش بشه و سازمان های حقوق بشری رو برای بررسی اون بسیج بکن نکته سوم اینکه آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه ای که روز گذشته با شبکه یک سیما خبر صبحگاهیش داشته در مورد این تعویز اورانیوم 3.5 درصدی با 20 درصدی در ترکیه چند تا نکته رو ایشون اعتراف کرد یکی اینکه 50 تن اورانیوم ایران در فرانسه است دست فرانسه است دیگر اینکه در واقع ایشون پذیرفته که برای خریدن اورانیوم 20 درصدی نیازی به دادن اورانیوم 3.5 درصدی نبوده و آنچه که ایران داره میکنه یک عقب نشینی آشکار و یک کوتاه آمدن آشکاره و دیگر هم اینکه ایشون تاکید کرده که رهبری در نهایت مسئول اتفاقاتی است میو... که میفته بعد هم آقای احمدی نژاد البته یک حرف دیگر هم باید اضافه کرد اون که اصل کارها و پروژه هم دست سپاه و سازمان انرژی اتمی که ایشون رئیس رئیسشه در واقع هیچ کار است نکته چهارم این که خانم رهنورد در جمع همراه با آقای مهندس موسوی در جمع جوانان حزب اعتماد ملی که صحبت کردند به طور خلاصه خواست جنبش زنان رو در دو محور خلاصه کرده یکی همدوش با مبارزات مردم ایران خواسته جنبش زنان رو ایشون آزادی دموکراسی و قانونگرایی و عدم دخالت دولت و حکومت در احوال فردی مردم دانسته و از سوی دیگه خواست رفع تبعیض و تحقق اهداف حقوقی زنان مخصوص خانم ها در واقع در سوی دیگر مطالبات زنا قرار داره در واقع میشه گفت این حرف خانم رهنورد به خوبی خلاصه ای از مرحله فعلی مبارزات مردم ایران و جنبش زنان ایران در ستون فقرات جنبش آزادی خواهی مردم ایران و جنبش سبز رو نشون میده نکته پنجم اینکه که نزدیک به ده میلیارد دلار پروژه دیگه با ترک تشریفات مناقصه واگذار شد به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بعد از اینکه ترکیه هم از فازهای 22 و 23 و 24 پارس جنوبی بیرون رفت این پروژه هم به سپاه واگذار شده و هیئتی رو که دولت گذاشته برای راه اندازی پارس جنوبی تصمیم گرفته که در واقع این میلیاردها میلیارد پروژه دیگر را هم به سپاه بده و با فرماندهی آدمی مثل آقای قاسمین که کسی است که در واقع مشهور به فساد و فسادهایی که قبلا داشته و جالبم این است که در همین پارس جنوبی پا فازهای 15 و 16 رو که سپاه اه عهدهدار اجراش بوده نتوانسته تا الان اجرا کنه و نزدیک به 6 هزار کارگر بیکار شدن جالبه که این بزرگترین مخزن یک جای گاز دنیا که بین ایران و قطر مشترکه الان بیش از 11 ساله که قطری ها استخراج میکنن و برآورد میشه که نزدیک به 48 میلیارد دلار تا کنون از این مخزن مشترک قطر برداشت کرده و از ایران جلو هستش در برداشت از این در حالی که در سمت ایران با ندانم کاری های حکومت یکی بعد از دیگری سرمایه گذاره و صاحبان تکنولوژی از ایران رفتند و بعد هم کس بخش مثل سپاه در کمال نادونی و پر از فساد به این پروژه ها نزدیک شدن و اونچه که تباه داره میشه منابع کشوره نکته شیشم اینکه ماجرای مدرک آقای رحیمی معاون آقای احمدی نژاد هم بالا گرفته و این بار وزیر علوم آقای احمدی نژاد هم تایید کرده که مدرک آقای رحیمی قلابیه ظاهرا ماجرای مدرک ایشون قلابی تر از حتی مرحوم آقای کردانه به هر صورت ایرنا جالب خبرگزاری رسمی که در دست دولته تاکید کرده که نخیر مدرک ایشون درسته به هر صورت این هم یک وجه دیگه ای از تقلب در دولت آقای احمدی نژاد نکته هفتمی که کارگران قند برد سیر دیروز در حدود 300 نفرشون دست به تجمع و راهپیمایی زدن برای حقوق معوقه و عقب افتادشون در واقع کارخانجات قند کشور که همگی ورشکست شدن یکی بعد از دیگری کارگرها با مشکل و عدم پرداخت دست مستاشون مواجه میشن و در واقع کارخانجات غند ما در جلوی واردات بیرویه همه دچار دو دوچاره مشکلات مالی شدن نکته هشتم این که دانشجویان دانشگاه آزاد ماهشهر هم در اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد روز دوشنبه دست به تجمع و اعتراض و شعار و دادن شعار کردن نکته نهم این که روزنامه نیویورک تایمز دیروز در گزارشی که به صدر اخبار همه دنیا هم اومد در گزارشی که منتشر کرده نقل از یک سند محرمانه هفت صفحه‌ای پرده برداشته از اینکه آقای پترایس فرمانده ارتش امریکا در منطقه خاورمیانه و خاور نزدیک در واقع در سپتامبر گذشته دستور داده که گروه های مخفی ارتش امریکا در کشورهای منطقه برای مقابله با القاعده همینطور جمعآوری اطلاعات و زمین سازی گاهی برای حمله آمریکا عملیات بکنن از جمله در کشورهایی مثل ایران یا یمن به هر صورت اگر این گزارش صحت داشته باشه و ارتش امریکا توضیح قانع کننده این نده جای اعتراض جدی به ارتش امریکا است که در خاک کشور ما دست به فعالیت های زده بدون اجازه ملت ایران و بدون اینکه دولت منتخب ملت در اونجا حاکم باشه و کار مخفیانه کردن و دخالت بیگانه در کشور به هر صورت محکوم و محل سوال ملت ایران نکته دهم ده اینکه وزیر اقتصاد و دارایی در گزارشی که به مجلس در پاسخ آقای کواکبیان که سوال کرده بوده راجع به واگذاری مخابرات رسما ایشون تایید کرده که در واگذاری سهام 8 میلیارد دلاری به مخابرات که بیش از 50 و چند درصد سهام مخابرات هستش در واقع با اعمال نفوذ مقامات امنیتی رقبا رو از میدون خارج کردن ایشون در واقع اشارش به اون واگذاری مشکوکی است که سال گذشته به یک کنسرسیومی از گذاری توسعه اعتماد و شهریار مهستان دو شرکتی که زیر نظر بنیاد تعاون سپاه هستند به همراه الکترون گسترش الکترونیک که مبین که زیر نظر ستاد اجرای فرمان هشت ماده امامی که زیر نظر دفتر رهبری فعالیت می‌کنه بنابراین مخابرات ایران رو مثل گوشت قربونی دفتر رهبری و سپاه پاسداران با هم دیگه در واقع حیف و میل کردن و اموال ملت رو به دستشون گرفتن ضمن اینکه گزارش هایی هم هست که اون پول 8 میلیارد دلار رو هم ندادن و تنها یک هشتم اون رو احتمالا پرداخت کردن نکته 11 هم این که در مشهد پلیس گفته که میخواد برای بدهجابی یک میلیون و 300 هزار تومن جریمه بگذاره در تهران هم آقای ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفته که در واقع دوربین دست نیروی انتظامی دادن که عکس بگیرن فیلم بگیرن از بد هجابی زمینه پرونده بکنن ایشون البته راجع به 22 خرداد هم از حالا گفته که پلیس برخورد خواهد کرد از این حرفایی که تهدیداتی که همیشه میکنند اما جالب این است که این موجی که برای ایجاد روب و وحشت به اسم مبارزه با بدهجابی شروع کردن در واقع یک بار دیگه مبارزه جانانه ملت رو نشون میده به خصوص زنان ایران که در یک مقاومت مدنی چگونه در واقع سالهاست که زیر بار این قانونهای های آوردی و خارج از عرف حکومت نمیرن نکته آخری گزارشی است که من در مورد حک شدن سایتمون در سایت خودم در چند ماه گذشته میخوام بدم که رو میگذارم برای فردا که چه اتفاقی افتاد و چقدر متقلبانه و در واقع تقلبگرایانه حکومت کار کرده بود اندکی صبر سهر نزدیک هست تا فردا شاد پیروز موفق و طرف باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی